نمایشگاه در سال تولید ملی، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها برای ترجمه همین شعار مقام معظم رهبری بر اساس پشتوانه 41 ساله نهاد انقلابی و برخواسته از بطن انقلاب عرض کنم تدارک دیده شد. خب همونطور که مستظر هستید، توانمندی ها و محصولات دستاوردهای جهاد دانشگاهی باعث ایجاد امید آفرینی، احساس غرور، امید و به هر حال این مطلب رو که مسئولین کشور ما و همه مردم ما به اون مسئله خودباوری اعتقاد پیدا کنن، اون رو ملموس ببینن، یکی از اهداف ما بود. به هر حال تبیین این امید آفرینی نیاز به ابزارهایی داره. یکی از این ابزارها برگزاری نمایشگاه است. نمایشگاه تخصصی دستاوردهای و توانمندیهای جهاد دانشگاهی که ویژه مسئولان ارشد لشکری و کشوری و متخصصین با حفظ دستورالعمل‌های بهداشتی در مساحتی نزدیک به 2000 متر مربع در مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو آغاز به کار کرد و در بخش‌های مختلف آموزش، پژوهش، فرهنگ، تجاری سازی و اقتصاد دانش بنیان، کسب و کارها دستاوردها و محصولات رو به نمایش گذاشت. نکته حائز اهمیت این هستش که ما بحث خودباوری رو در بین مدیران، تصمیم گیران و تصمیم سازان یک بار دیگه یادآوری کنیم و این چیزیست که زمانی که 25 نفر از نخبگان جوان جهاد دانشگاهی که اکثر همه‌شون هم از دهه 60 بودن خدمت مقام معظم رهبری رفتیم، ایشون هم گلایه داشتن از این که به هر حال این ظرفیت‌های عظیم دیده نشده و حتی به ما توصیه کردن کار خودتون رو انجام بدیم و به همه مسئولین نظام هم توصیه کردن از این ظرفیت‌ها استفاده کنید. مدیریت جهادی، نوآوری، باور توان ملی شعار اصلی این نمایشگاه است. عرض کنم خدمتتون، تا چیزی که پشت سر بنده ملاحظه می‌فرمایید اسمش نمک زدایی یا دیسالتر هست. چاه‌های نفتی ما در حال پیر شدن هستند و سن و سالشون بسیار بالا رفته. و وقتی که نفت از این چاه‌ها استخراج میشه، حاوی یک سری آب و املاح و گلولای و اینها هست که باید اینها جدا بشه از نفت که نفت قابل استفاده بشه. ما با استفاده از این تجهیز، در واقع با بومی سازی این تجهیز، در واقع اومدیم این کار رو انجام دادیم. آب و املاح رو از نفت جدا کردیم تا نفت قابل استفاده بشه. یکی از پروژه‌های مهمی که انجام دادیم در واقع طراحی و ساخت سامانه پورتابل لجن‌زدایی ویست پیت ها یا حوضچه‌های پسماند نفتی و مخازن نفتی هستش که با استفاده از این فناوری حوضچه‌های پسماندی که لجن‌های نفتی توش هست رو تبدیل می‌کنیم پس از پاکسازی به روش‌های بیولوژیکی و کاملا سازگار با محیط زیست و با استفاده از میکروارگانیسم‌های بومی خود همون منطقه تبدیل می‌کنیم به فضای سبزی که به اصطلاح می‌تونه به جای اینکه CO2 توی محیط منتشر بکنه، اکسیژن توی محیط منتشر کنه. و در واقع شعار اصلیمون این هست که می‌گیم که شما مناطقی که آلوده به نفت هست، آب و خاکی که آلوده به نفت هست رو به ما تحویل بدید و فضای سبز تحویل بدید. این سامانه کمک نوآوری بصری باند فرودگاه کارش اینه که به صورت بصری، یعنی به صورت دیداری، به خلبان کمک میکنه تا بتونه فرود و تیکاف امنی رو انجام بده. یک دستگاه تغذیه داره این سامانه. این دستگاه تغذیه از طریق پورت لن همه این دستگاه تغذیه مثلا 30 تا 40 تا داخل یک پست قرار میگیرن. این 30 تا 40 تا متصل میشن از طریق ارتباط لن به همدیگه و از طریق یک هاب و پی ال سی از طریق فیبر نوری منتقل میشه به برج مراقبت و برج مراقبت از طریق سامانه نرم افزاری که روی کامپیوتر داره میتونه تک تک این چراغ ها رو کنترل بکنه، شدت روشناییشون رو بر اساس در واقع درخواست خلبان، هم شدت روشنایی میتونه کنترل بشه، هم مسیر چراغ هایی که قرار هست که روشن یا خاموش باشه.
این محصول مبتنی بر فعالیت ریزجلبک ها هستند و این ریزجلبک ها می توانند خیلی بیشتر از درخت برخی از آلاینده ها از قبیل دیوکسید کربن و مونوکسید کربن و سایر آلاینده ها را از هوا گرفته و اونو تبدیل به اکسیژن کنند طی فرآیند فتوسنتز و اکسیژن رو به بیرون در واقع پس میدن، ضمن پالایش هوا خودشون هم رشد میکنن. زیست توده یا اون بایومس تولیدی این ریزجلبک ها جمع آوری میشه، در نتیجه دو منظور است، هم پالایش هوا صورت گرفته و هم تولید رنگ های میکروبی سیف که میتونه در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی کاربرد داشته باشه. پروژه تولید زخم پوش‌های جهاد دانشگاهی به همت پژوهشگران و فناوران سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در تولید محصول فوم، سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد در تولید محصول هیدروفایبر، تو سازمان جهاد علوم پزشکی تهران مشخصا پژوهشکده فناوری زخم در تولید پانسمان آلجینات و پژوهشگاه ابن سینا در تولید پانسمان آلجینات اسفنجی کلید خورد. تقریبا از ابتدای سال 98 پژوهشگران و فناوران تو هر کدوم از این سازمان‌ها با انجام کارهای حالا تحقیق و توسعه موفق شدن تا انتهای سال 99 به تولید دانش فنی این سه تا محصول برسن. بعد از اون شرکت پارس‌پژوهان سلامت یارا به عنوان شرکت وابسته به جهاد دانشگاهی مأموریت تجاری سازی این تولید این زخم‌پوش‌ها رو به عهده گرفت. الان در حال حاضر این زخم‌پوش‌ها موافقت اصولی تولید از اداره کل تجهیزات پزشکی رو داره، در حال آماده سازی سایت تولید این محصولات هستیم که انشالله بتونیم تا 6 ماه آینده پروانه تولید و بهره برداری این محصولات رو از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت عقص بکنیم و اونها رو به بازار عرضه بکنیم. محصولی که خدمتتون معرفی میکنم تراشه میکروسیالاتی جداسازی سلول‌های سرطانی از گردش خون هست که مصطلح هست میشناسنش به عنوان کیت CTC. این کیت رو به صورت صفر تا صد توسط پرینتر سه‌بعدی که همینجا ملاحظه میکنید که این پرینتر هم طراحی و ساختش توسط پژوهشگران دپارتمان فناوری‌های بین رشته پژوهشکده سرطان معتمد انجام شده تولید شده. خونی که از گردش خون بیمار گرفته میشه، بیماری که مبتلا به سرطان هست و فرایند درمانی، پروتکل درمانی رو پشت سر گذاشته، از این کیت عبور داده میشه و بر اساس ابعادی که سلول سرطانی داره توسط این کیت سلول‌های سرطانیش از گردش خون بیمار جداسازی و شناسایی میشن. خب به ما کمک میکنه که بدونیم آیا پروتکل درمانیمون خوب بوده، خوب پیش رفته، لازمه تغییراتی درش داشته باشیم و در عنوان طرح هم پیداست شناسایی و مشخص کردن سلول‌های سرطانی از گردش خون بیمار. مجموعه انتشارات جهاد دانشگاهی یکی از بزرگترین ناشران دانشگاهی و منتشر کننده بخش عمده ای از متون علمی مورد نیاز دانشگاه‌های کشور هستش. بیش از 10,000 عنوان کتاب رو در طی این 40 سال فعالیت جهاد دانشگاهی منتشر کرده و تونسته بخش قابل توجهی از نیازهای دانشجویان و دانشگاهیان به متون علمی رو رفع بکنه.
پروژه ما تولید آزمایشگاهی جنین گاو از نژادهای برتر دنیا هست. یه پروژه‌ای که از حدود 10 سال پیش توی پژوهشگاه شروع کردیم. اساس این کار اینجوری هست که رفتیم ما 5 نژاد از بهترین نژادهای گاو دنیا رو آوردیم و به جای اینکه هر ساله تعداد حدود 1,000 تا 2,000 از اینا تولید بشه، ما اینا رو از طریق تولید جنین تکثیر میکنیم. یعنی اینکه هر هفته از این گاوا میریم در واقع تخمک میگیریم با سونوگرافی، تخمک ها میاد آزمایشگاه، تو آزمایشگاه لقاح پیدا میکنه، تبدیل به جنین میشه، منجمد میشه، این محصول نهایی ماست. جنین در واقع داخل رحم گاوهای معمول کشور خودمون کاشته میشه و اما گوساله‌ای که به دنیا میاد همین نژادهایی هستش که ارزشمند هستن. و این نژادها هم نژاد جرزی هستش که چربی شیرش حدود 2 برابر گاوهای خودمون هست. برای دامدار یه حاشیه سود حدود 30% داره. نژادهای گوشتیمون شارولو و لیموزین و آکیتن هست که در واقع اینا سرعت وزگیریشون خیلی بالاست. و یه نژاد سیمنتال هست، نژاد دومنظوره، که اونم هم چربی شیرش خوبه و هم در واقع وزگیریش. این پروژه‌ای هستش که مجموعه موتور به همراه پروتکتور، جدا کننده گازی و پمپ رو متشکل میشه و به همراه VFD که در بالای چاه قرار میگیره. حدود 130 هورس پاور توان داره که در واقع برای یکی از چاه‌های نفت مناطق جنوب ایران طراحی شده. چاه‌های نفت داخل کشور بعد از یه مدتی که کار میکنن دچار این میشن که دیگه دبیو هدیو که خودشون فشار طبیعی داشتن انجام نمیدن. ما باید بر روش های فرازآوری مصنوعی استفاده کنیم برای اینکه بتونیم نفت رو با اون دبی که مورد نیاز هست بالای چاه تحویل بدیم. کل این مجموعه برای ایجاد این موضوع هست که بعد از اینکه توان ایجاد شد وارد ایمپلر دیفیوزر های پمپ میشه که این مجموعه هم طراحی و ساخت به همراه ریختگریش با کار خود جواد دانشگاه خواجه نصیر بوده. این باعث میشه که اون دبی رو که کارفرما مورد نظرش هست که توی این پروژه 1,000 بشکه در روز بالای چاه هست با 400 PSI گیج فشار تامین کنه. یه پمپی هولوش 200 طبقه است، بین 180 تا 200 طبقه از این ایمپلر دیفیوزر هایی که مشاهده میکنیم پشت سر هم دیگه سری میشن، توی یه فضای حدود 4 متر و نیم تا 5 متر و نیم قرار میگیرن و این مجموعه به هم دیگه کوپت میشه.